و خبری از افغانستان. سازمان جهانی بهداشت با نشر گزارشی از افزایش بیماری عفونت حاد تنفسی در دو هفته آخر ماه ژانویه در افغانستان خبر داده است. به گفته این سازمان در این دو هفته نزدیک به 84,000 مورد حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. در گزارش 11 صفحه‌ای WHO آمده است که از اول ژانویه تا 27 این ماه 160,756 مورد بیماری عفونت حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده که از این میان 383 تن در اثر این بیماری در 34 استان افغانستان جان دادند. سازمان جهانی بهداشت گفته که حد میانگین آمار ثبت شده فعلی این بیماری نسبت به زمان مشابه در سالهای 2020 تا 2022 بیشتر است. به گفته این سازمان 62% این مبتلایان کودکان زیر 5 سالند و در مجموع حدود 49% مبتلایان زنان و دخترانند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، شمار موردهای حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان به بیش از 1,384,000 مورد میرسد که 61% آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهد. به گفته این سازمان در این سال 2,798 تن در سراسر افغانستان در نتیجه ابتلا به بیماری های حاد تنفسی جان باختند. سازمان جهانی بهداشت همچنان چند روز پیش گفته بود در حال حاضر 9.5 میلیون شهروند افغانستان در مناطقی زندگی می کنند که به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم. ممنونم. جناب دکتر، عفونت حاد تنفسی چه نوعی از بیماری است و علائم و نشانه های آن چیه؟ بفرمایید. عفونت حاد تنفسی نوع عفونت است که دستگاه تنفسی را در مجموع میتواند درگیر بکنه که دستگاه تنفسی از بینی شروع میشه و در یک ختم میشه. و از نظر این که چه علائمی چه نشانه هایی در این بیماری وجود دارد، یکی خود در معاینه فیزیکی ما وجود احتقان احمرار یا که علامت از التهاب هست در هر قسمت از دستگاه تنفسی میتونیم ببینیم و آبریزش بینی، صفت کردن، گلودرد، خستگی و درد بدن در مجموع از علائمش هست. و در موارد پیشرفته تر وقتی دمای وجود بالاتر میره از 39 درجه سانتیگراد درد هم پیدا میشه، یعنی لرزه، و همچنین گاهی وقتا ممکنه که اختلال در تنفس مریض به حدی میشه که مشکل تنفسی پیش میاد و حتی ممکن است مریض هوشیاری خود از دست بده. بله، این از علائم مشهور. بله جناب دکتر، مهمترین دلایل و عوامل ابتلا و مرگ و میر این بیماری در افغانستان چیست؟ بله، عوامل از نظر مایکروبیولوژی در درجه اول ویروس هست و در درجه دوم باکتری هاست و عوامل دیگر، ولی از نظر زمینه خود فصل سرما و دسترسی به اماکن گرم میتونه زمینه رو مساعد بکنه برای بروز و شیوع یک چنین بیماری که ممکن است تمام سنین را خصوصا کودکان و افراد بزرگسال دارای سن بسیار بالا، یعنی بزرگسالان مسن و افرادی که دارای اختلال در سیستم ایمنی باشند، اینا وقتی بیشتر مصاب میشن آسیب پذیرتر میباشن. بله، با توجه به شدت فقر و تغذیه نامناسب کودکان در افغانستان، آیا راه های درمان و مراقبت خانگی هم وجود داره؟
بله، مراقبت از بیمار و همچنین درمان در داخل خانه تا جایی وجود دارد، خب نه به اون اندازه متاسفانه در افغانستان برابر تحقیق وجود دارد، برابر مشکلاتی که وجود دارد برای مردم، دسترسی مردم به مراکز درمانی به صورت عام در همه جای افغانستان ممکن نیست، مناطق دوردست، مناطق دور از مراکز، مراکز شهرها، ولایت های دور افتاده از پای تخت اینا در مجموع دچار مشکلی هستن متاسفانه. و چنان که در گزارش شما فرمودین که 84,000 مورد در دو هفته ثبت شده است، خب این ثبت شده در حالی که ما به عنوان یک پزشکی که روزانه با تعداد زیادی از این موارد مواجه هستم، نظر من این نیست، نظر من بیشتر از این است. یعنی من معتقد هستم که موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان در این اواخر خصوصا در دو ماه اخیر بسیار و مراتب بیشتر از آن چیز که در گزارش ها با عنوان موارد ثبت شده ذکر شده و می آیند. ولی ما دسترسی ما به مراکز درمانی متاسفانه کمتر هست و این اکتفا نمی کنند. بله، ممنونم. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، با ما همراه بودند.